اون بازی‌های گوناگون کامپیوتری و یا پلانشتی و یا تلفنی قرار داشته باشیم و یا مشغول بازی‌هایی که پمانند شطرنج و نرد و نمیدانم بازی‌های گوناگونی که میان مردم رایج است. دیگر پس از این 9 روز با اون کارهایی که تا این 9 روز انجام دادیم بگذرانیم. بلت یا رمضان الخیر مستبقا والقلب يشتاق دوما انت تروينا يا درة الكون. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، امروز سومین قسمت دهگانه ماه مبارک رمضان است و چنانه که ما و شما در برنامه اولین خودمان برای شما بازگو نموده بودم که رمضان را به 10 قسمت تقسیم می نماییم و جدا جدا و هر قسمت را 3 روزی، و امروز ما در چنین یکی از روز قرار داریم که سومین قسمت و پایان تقریبا 10 اول این ماه قرار داریم. اما ما و شما بیننده گرامی نمی دانیم که امروز از بخشوده شدگان این ماهی بزرگ هستیم و یا از آنانی که از زمره بخشوده شدگان این ماه یا این 10 اول ماه مبارک رمضان تا به حال قرار نگرفته و شامل رحمت الله نگشته. اگرچه ما از تصمیم خالق همان آگاهی نداریم، نمی دانیم تا امروز زیر کدام گروه قرار داریم، گروهان بخشوده شده یا گروه هایی که نابخشوده شده، العیاذ بالله. و عملکردهای خود، آنچه که ما و تو ای بیننده گرامی، خود ما و تو هر عملی که انجام دادیم از آنها با خوبی آگاه هستیم، زیرا می دانیم که در این 9 روزی که گذشت چه عملهای نیکی انجام دادیم و یا چه عملهای بدی انجام دادیم. برای اینکه از عملکردهای خودمون در این 9 روز با خوبی آگاهی داریم. این 9 روز مثل تندباد، مثل یک عاصفه، مثل یک رعد و برق از ما گذشت و خوشا به حال آنانی که در این 9 روز عملهای نیکی انجام دادند. ولی هستند افراد زیادی که میگفتند فردا قرآن میخوانم، فردا ذکرهای صبح و شام را انجام میدهم، فردا ذکرهای بیشتر انجام میدهم، فردا عملهای نیکی میکنم، فردا به عیادت بیمار میروم، فردا پدر و مادرم زنگ میزنم، فردا از خواهرم خبر میگیرم، فردا از یک اقارب و نزدیکم خبر میگیرم و از حال اون آگاهی پیدا مینمایم. ولی افسوس که تا این مدت 9 روز این کار را نکردیم، ولی همیشه آن را با فردا و فرداها میگذاشتیم. بیننده گرامی، مگر در روزی 3 این ماه که برای هر یکی شما از آن آگاهی دارید، اگر دیده باشید، نگفته بودم که یکی از علامتهای قیامت این تیز گذشتن روزها و سالها و هفته هاست و رمضان گذشته خیلی تیز گذشته بود و رمضان این سال هم خیلی تیز می گذرد. برای این فرصتی که ما و شما در دست داریم، آن فرصت را باید غنیمت بدانیم و نباید دیگر هیچ دقیقه این ماه را به فردای نامعلوم واگذار کنیم. دیگر بس است خود را فریب کردن، دقایق پرفیض و پربرکتی این ماه بزرگ را بیهوده و بر عبث نباید گذرانیم. پیش خود چنین تصمیم قاطعانه و عملی شونده را بگذاریم که 2 و قسمت 4 این ماه مبارک رمضان را حتما پرمحصول و در صفحات اعمال خود پربار ثبت می نماییم و در سجده های تراویح و در سجده های نماز های 5 این روز مبارک و در سجده های شب، در سجده های تهجد از الله طلب می نماییم که ما را از بندگان مخلص و راهروی نهجی
درست و صحیح رسول اکرم و اصحاب کرام آن حضرت بگرداند و ما را از جمله بخشوده شدگان این ماه بزرگ قرار بدهد. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه زاریات آیه 55 فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. پند بده مؤمنان را برای اینکه پند دادند فایده دارد و نفع میرساند برای مؤمنان. پس باید هر یکی ما و شما هر کسی را که میتوانیم پند داده با هر راه و اسلوب او را باید پند بدهیم. در آخر امیدی آن را دارم که اگر در نزدی تلویزیون باشیم و مربوط به قضیه های هم که باشد تماشا داشته باشیم و سریال های تماشا داشته باشیم یا اینکه در نزدی کامپیوتر های نشسته باشیم و مشغول بازی های گوناگون کامپیوتری و یا پلانشتی و یا تلفنی قرار داشته باشیم و یا مشغول بازی های که بمانند شطرنج و نرد و نمیدانم بازی های گوناگون که میان مردم رایج است، روزهای پربرکت این ماه مبارک رمضان را با گذراندن این بازی ها میگذرانیم، پس نباید روزهای خود را دیگر پس از این 9 روز با اون کارهایی که تا این 9 روز انجام دادیم بگذرانیم و دست از بازی ها و از تماشا و از اون عملهایی که کردیم دست باید برداریم. نه من و نه تو و نه کسی دیگر. از آینده تنها الله آگاهی دارد و آینده تنها در نزد الله است و هیچ کسی از اون آینده آگاهی ندارد که خاتمه ما و شما به چی روز و به چی حالت به پایان میرسد. الله در این مورد و در مورد حسرت خورندگان برای بازگشت به دنیا در روز قیامت یا در قبر یا در عالم برزخ در سوره مؤمنون آیت های 99-104 خیلی خوب بیان نموده است که برای طولانی نشدن برنامه ها تنها 2 آیت آن را برای شما عزیزان میبیننده تلاوت می نمایم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت صدق الله العظیم. الله سبحانه و تعالی در این 2 آیتی که تلاوت نمودیم آیت های 99 و 100 چنین می فرماید: چون یکی اشان را مرگ فرا رسد، وقتی که آمد مرگ برای یکی از اینها، می گویند ای پروردگار من مرا بازگردان، مرا بازگردان به دنیا. برای چی؟ شاید کارهای شایسته را در دنیا انجام دهم که در دنیا قبلا انجام نداده بودم آنها را به جا آورم. هرگز این سخن است که او میگوید و پشت سرشان تا روز قیامت مانعی است که بازگشتن نتوانند. البته الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیه 28 برای آنانی که چنین تمنیات کردند در پس از مرگ خیلی زیبا گفته است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لکاذبون. اگر اینها را بازگردانیم، ولی اگر اینها وقتی رفتند و دیدن حالت را در آخرت و در یعنی که عالم برزخ آن چیزهایی که وعده کرده بودیم آنها را دیدند، ولی اونها باز هم اگر بازشان گردانیم در این دنیا بیایند، باز آن چیزهایی که از آنها منعشان نموده بودیم بار دیگر با آنها باز میگردند، ولی دروغ میگویند. ولی باید بدانیم که حیات برزخ حیاتی است که میانی آخرت و میانی دنیا قرار دارد، یعنی قبر. قبر این عالمی برزخ است و مدتی آن را تنها الله سبحانه و تعالی میداند و نمیداند کسی که آن چی مدت ادامه پیدا میکند و آن تا روز قیامت، یعنی که مهم که ادامه پیدا میکند. و
باید بدانیم که در مورد اشخاصی که در این دنیا عملهای خود را امروز را با فردا، فردا را با پس فردا میگذارند، وقتی که از دنیا گذشتند دیگر بازگشت برای اونها نیست. الله سبحانه و تعالی در این آیه گفت کلا، هرگیز، یعنی در وقتی که الله سبحانه و تعالی کلا میگه، این کلا خیلی واژه است که به زبان عربی یعنی هرگیز، تماما امکان ندارد، یعنی که باید قوت، باید شدت، باید حزم، باید قطعه که الله این را بیان نموده است. تنها اشخاصی که از زبان عربی آگاهی دارند معنای اون را میفهمند. و مفسرین در مورد این آیت ها تفسیرهای خیلی زیبای نمودند. و آنهایی که میخواهند در مورد این بیشتر آگاهی پیدا کنند، پس بیشتر باید به خواندن سوره مؤمنون آیت های 99 تا 104 خیلی معانی وسیع و خوب را در مورد آنانی که حسرت میخورند و آنانی که چی میگویند و مفسران در این مورد چی گفتند از آنجا بخوانید. الله برای ما و شما عمل کردن در این روزهای باقی مانده این ماه مبارک را نصیب و روزی بگرداند و ما و شما را از جمله آن اشخاصی بگرداند که صفحات اعمال خود را پربار نموده ایم، برای پدر و مادر از دنیا گذشتمان دعا کرده ایم، برای آن برادر و نزدیکانی که از ما نادار هستند کمک های انجام داده ایم، هر عملی که می توانیم و در این 9 روز انجام ندادیم در باقی مانده روزهای این ماه مبارک انجام بدهیم و الله ما و شما را از جمله آنان بگرداند که یک برادر و خواهر دیگر خود را توصیه بدهیم که روزهای خود را بر عبث و بهوده نگذراند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.